سلام به کلاس درس خوش اومدید خب توی ویدئوی قبلی با هم دیگه ضرب داخلی بردارها رو یاد گرفتیم و با تعریفش آشنا شدیم الان میخوایم با هم شروع بکنیم و ویژگی های ضرب داخلی رو ببینیم که چی هستش چون همونطور که دیدید این ضرب با ضرب اعداد حقیقی که قبلا دیده بودیم کاملا متفاوت هستش پس انتظار میره که ویژگی های متفاوتی رو هم نسبت به ضرب اعداد حقیقی داشته باشه خب اولین ویژگی ضرب داخلی بردارها این هستش که میگه برای هر دو بردار آ و ب داریم آ نقطه ب یعنی ضرب داخلی آ در ب برابر هست با ب نقطه آ یعنی ضرب داخلی ب در آ خب این ظاهرش خیلی ساده هستش بیاید با همدیگه اثبات بکنیم این ویژگی رو اثبات خیلی ساده ای هم داره ببینید دو حالت رو در نظر میگیریم اگر یه حالت این هستش که یکی از آب مساوی با صفر باشه یعنی یا آ مساوی بردار صف باشه یا ب مساوی با بردار صفر باشه در این صورت دو طرف این تساوی برابر با صفر هستش یعنی ضرب داخلی آ در ب مساوی هستش با ضرب داخلی ب در آ که مساوی با عدد صفر هستش خب حالتی که آ و به هر دو غیر صفر باشن یعنی حالتی که آ یک بردار مخالف بردار صفر باشه و ب هم یک بردار مخالف بردار صفر باشه حالت اصطلاحا غیر بدیهی هستش که نیاز به اثبات داره ببینید توی این حالت فرض بکنیم که این بردار بیمون هستش و این هم بردار آمون هستش و یک زاویه تتایی هم بینشونه در این صورت طبق تعریف داریم ضرب داخلی آ در ب برابر هستش با اندازه آ در اندازه بردار B یا طول بردار B ضرب در کسینوس زاویه بینشون که این زاویه تتا هستش ب ضرب داخلی در آ برابر با چی میشه؟ برابر میشه با اندازه بردار ب ضرب در اندازه بردار آ ضرب در کسینوس زاویه بینشون که باز هم همون تتا هستش بنابراین چون این دوتا عبارت با همدیگه دیگه نتیجه میگیریم که ضرب داخلی آ در ب مساوی هستش با ضرب داخلی ب در آ پس این از اولین ویژگی ضرب داخلی بردارها که با هم اثباتش کردیم خب دومین ویژگی ضرب داخلی بردارها این هستش که میگه برای هر دو بردار آ و ب و هر عدد حقیقی آر داریم داریم بردار آر آ ضرب داخلی در بردار ب مساوی هستش با آر برابر ضرب داخلی آ در به که اون هم مساوی هستش با بردار آ ضرب داخلی در بردار آر ب خب این یعنی در حقیقت میگه که چی میگه که اگر ما یک عدد حقیقی داشته باشیم و دو تا بردار چه اون رو تو اولین بردار عدد مون رو تو اولین بردار ضرب بکنیم و بعد ضرب داخلی بکنیم تو بردار دوم یا اینکه ضربش بکنیم تو بردار دوم عدد حقیقیمون رو و بعد بردار حاصل رو ضرب داخلی بکنیم تو بردار اول یا اینکه نه دو تا بردارمون رو بیایم ضرب داخلی بکنیم و بعد حاصل رو ضرب بکنیم تو اون عدد حقیقی حاصل همه اینها یکسان هستش و یک عدد رو به ما میده خب این بار هم باز برای اثباتمون دو حالت رو در نظر میگیریم حالت اول این هستش که یا عدد حقیقی آرمون مساوی با صفر باشه یا اینکه بردار آ برابر با بردار صفر باشه یا بردار ب برابر با بردار صفر باشه در این صورت باز اصطلاحا حالت بدیهی داریم چرا چون که همه این عبارت ها برابر با صفر خواهم بود یعنی آر آر آ ضرب داخلی در ب مساوی هستش با آر در ضرب داخلی آ و مساوی هستش با آ ضرب داخلی در آر به و همه برابر با عدد صفر هستند در این حالت پس این حالت حالت خیلی ساده ای هستش پس بریم سراغ حالتی که آر مخالف صفره و آ هم مخالف بردار صفر و B هم مخالف با بردار صفر هستش خب توی این حالت ما این رو به دو تا زیر حالت تقسیم می کنیم زیر حالت اول حالتی هستش که این عدد حقیقی آرمون که غیر صفر مثبت هم هستش یعنی آر بزرگتر از صفر هستش خب برای این حالت توی این سه تا تصاوی که اینجا داریم ما فقط از میخوام توی دو تا تصاوی که اینجا داریم فقط تصاوی اول رو با هم دیگه میخوایم اثبات بکنیم یعنی نشون میدیم آر آ ضرب داخلی در ب مساوی هستش با آر ضرب در ضرب داخلی آ و تصاوی دوم اثباتش این اولی هستش و خودتون میتونید مشابه با اون انجامش بدین خب توی این حالت اول که آر مثبت هستش بیاید یه شکل برای خودمون بکشیم توی بحث بردارها شکل کشیدن همیشه خیلی کمک میکنه به اثبات یک قضیه خب این فرض بکنیم که بردار بیمون هستش این هم فرض بکنیم که بردار آ هستش چون که آر مقدار مثبتی داره بردار آر آ همراستای آ هستش حالا مثلا اگر آر بزرگتر از یک کم باشه مثلا یک همچین شکلی خواهد داشت بردار آر آ بنابراین چون که همراستا هم جهت و همراستا با آ هستش زاویه بین بردار آر آ و ب و همون زاویه بین آ و ب یعنی تتا یکسان هستش خب بیاین این عبارت هامون رو بنویسیم توی حالت اول عبارت وسط رو بیایید بنویسیم داریم آر ضرب در ضرب داخلی آ در ب که این برابر هستش با r در ضرب داخلی طبق تعریف برابر با چیه برابر با اندازه a در اندازه b ضب در کوسینوس زاویه بینشون هستش یعنی مساوی با آر در اندازه آ در اندازه ب ضب در کوسینوس تتا هستش خب این مستقل از علامت آره یعنی چه آر مثبت باشه چه آر منفی این رابطه برقراره حالا برای حالت آر بزرگتر از صفر بیایم این سمت چپ تصاویمون رو بنویسیم با هم دیگه آر آ ضرب داخلی در به برابر هست طبق تعریف با چی؟ با اندازه آر آ ضرب در ضرب در اندازه ب ضرب در کسینوس بین زاویه بین بردار آر آ و بردار ب که طبق این شکل می‌بینیم که این زاویه با بردار با زاویه تتا یکسان هستش پس کسینوس تتا داریم اینجا که این هم مساوی می شود با قدر مطلق R زب در طول A یعنی R A رو می شود قدر مطلق آر زب در طول A زب در B طول B زب در کسینوس تتا که چون حالت آر بزرگتر صفر رو داریم در نظر می گیریم قدر مطلق R با خود R مساویه یعنی داریم R در اندازه آ در اندازه B زب در کسینوس تتا خب همینطور که میبینید این رابطه که اینجا داریم با این رابطه بالا یکسان هستش پس توی حالت آر بزرگتر از صفر این دوتا عبارت با همدیگه مساوی هستن من یه مساوی این شکلی میکشم اینجا چون R در ضرب داخلی A و B شد R ضرب در اندازه آ ضرب در اندازه به ضرب در کسینوس تتا و همچنین ضرب داخلی بردار R A در B هم برابر با همون شد شد R در اندازه آ در اندازه B در کسینوس تتا خب حالا بریم سراغ حالت دوم حالت دوم حالت, دوم. حالت آر کوچیکتر از صفر هستش یعنی آرمون منفی باشه توی این حالت چی داریم؟ فرض بکنیم که این بردار بمون هستش این هم بردار آ هستش در این صورت آر در آ راستاش با راستای آ یکی اما جهتش مخالف جهت آ یعنی آر در آ یک همچین برداری هستش مثلا چون آر یک عدد منفیه خب حالا دیگه زاویه بین آر آ و به با زاویه بین آبه فرق میکنه این زاویه ی زاویه فی هستش و زاویه بین آبه زاویه تتا هستش اما بین فی و تتا یک رابطه هستش فی مساوی هستش با پی منهای تتا یا 180 درجه منهای تتا اگر به درجه بخوایم تتا می‌رسیم اگر به رادیان میشه پی رادیان منهای تتا چون مجموع تتا و فی باید برابر با پی رادیان یا 180 درجه باشه خب حالا بیایم این رابطه یه. این رابطه آر در ضرب داخلی آ به که برای هر دو حالت آر مثبت و آر منفی این چیزی که اینجا نوشتیم برقرار هستش فقط باید این یکی رابطه رو برای آر منفی بنویسیم خب داریم آر آ ضرب داخلی در ب که با سبقه تعریف می شود اندازه بردار آر آ ضرب در اندازه بردار بی ضرب در کسینوس زاویه بینشون که این بار می شود کسینوس فی درسته خب این هم مساوی می شود با اندازه بردار قدر مطلق آر ضرب در اندازه بردار آ ضرب در اندازه بردار بی فی هم به جاش می تونیم بذاریم کسینوس پی منهای تتا درسته خب حالا بیایم رابطمون رو ادامه بدیم چون آر عدد منفی هستش اینجا حالت آر کوچیکتر از صفر رو داریم بررسی میکنیم قدر مطلق آر میشود منفی آر درسته مثلا آر اگر منفی دو باشه قدر مطلقش میشه دو میشه منفی خودش پس قدر مطلق آر رو به جاش میرسیم منفی آر زب در اندازه آ زب در اندازه ب و از طرفی از مسلسات اگر خاطر داشته باشید کوسینوس پی منهای تتا می شود منفی کوسینوس تتا درسته برای هر تتایی این یک اتحاد مثلثاتی هستش که کوسینوس پی منهای تتا می شود منفی کوسینوس تتا پس این ضرب می شود در منفی کوسینوس تتا درسته خب حالا تو این رابطه این دوتا منفی ها رو با هم دیگه می ساده بکنیم میشه مثبت و خواهیم داشت نهایتا آر در اندازه آ در اندازه ب در کوسینوس تتا که این رابطه اینجایی هم با آر در ضرب داخلی آب با این عبارت یکی هستش پس برای حالت آر منفی هم آر آ ضرب داخلی در ب با آر در ضرب داخلی آبه یکسان هستش پس ما این بخش تصاویمون رو ثابت کردیم برای هر دو حالته یا بهتر بگیم هر سه حالتی که یکیش این بود که یکی از دو بردار یا عدد حقیقیمو صفر باشه دیگری این بود که بردارها غیر صفر هم و عدد حقیقیمون مثبت یا منفی میتونه باشه پس در همه حالت ها داریم آر آ ضرب داخلی در به مساوی هستش با آر در ضرب داخلی آبه و ب. این همین میشه این یکی بخش تصاوی رو هم به روش کاملا مشابه اثبات کرد که من اون رو دیگه میذارم به عهده خودتون خب تا همینجا فکر کنم هم خوب باشه توی ویدیو بعدی ادامه میدیم بحث در مورد ویژگی های ضرب داخلی رو توی کلاس درس بعد میبینم اتون خدا حافظ